نقد و نظر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا و مقتدانا رسول الله و على آله آل الله و على اعدائهم لعنت الله. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. محضر شریف شما عزیزان بیننده، مخلصان سلام عرض میکنم. برنامه رو با عنوان ابن تیمیه، تبارشناسی اندیشه های ابن تیمیه آغاز کردیم و قسمت چهارم اون رو تقدیم شما عزیزان میکنیم با عنوان کلی نقد و نظر. در تفکرات ابن تیمیه به جای اینکه ما بیاییم به طور موردی روی تک تک گفته های او در کتاب هایش انگوش بگذاریم، تفکر اصلی او رو مبنا قرار دادیم برای این بحث. میهمان عزیز ما مثل جلسات پیشین حضرت آیت الله موسوی زنجانی هستند و در جلسات پیش به تفصیل ثابت کرده اند که ابن تیمیه مبنای فکری او اولا گرفتن معارف از مکتب یهود و یهودیان، ثانیا حذف اهل بیت از دایره اسلام و قدرت بخشیدن به صحابه، و موضوع سوم مباحث مربوط به تاریخ هست به شکل‌های مختلف و آیات قرآن به شکل‌های مختلف که حضرت استاد اینها رو برای ما بیان فرمودن. حضرت استاد از این که قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید از شما تشکر میکنم. ما در شبکه امام حسین استقبال از برنامه های حضرت عالی دیده ایم فراوان، و عزیزان بیننده حتی از کشورهای دور و حتی از جاهایی که فقط امکان تماشای این برنامه از طریق اینترنت وجود داره، دیدگاه های موافق فراوان دیده ایم. لذا وظیفه خود میدونم از حضرت عالی تشکر بکنیم و بحث رو آغاز میکنیم. قبل از اون به نیابت از بینندگان عزیز محضر شریفتون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگویم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و همچنین محضر همه بینندگان عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. استاد در جلسات پیش مفصل این بحث طرح شد، حتی این موضوع رو هم گفتیم که چجور میشه اینو پذیرفت در حالی که قرآن صریحتا میفرماید که دشمنان شما مؤمنان یهود هستند، و چجور میشه اینو پذیرفت در حالی که در تاریخ رسول خدا در بین ادیان متفاوت فقط با یهودیان مجاور مدینه جنگ خیبر که دیگه از نمادهای آشکار اون هست. چجور میشه این رو بپذیریم که یهود اینقدر بعد از رحلت رسول خدا، بعد از شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله در اسلام نفوذ کردن؟ حضرت عالی هم به تفصیل این موضوع رو پاسخ گفته. الان بخواییم فاز جدیدی رو باز بکنیم از این موضوع و تریبون در خدمت شما. ابن تیمیه یک عبارتی داره دیدنیه: و اما کون الخلافه فی قریش فلما کان هازا من شرعهی پیغمبر و دینه کانت نصوص و بذالک معروفتا منقولتا معثوره تذکر هست صحابه. این عبارت در جلد یک صفحه 140، جلد 4 صفحه 14 و صفحه 16 و 219 تکرار شده. میگه این که خلافت در شاخه قریش از آل ابراهیمه منصوص است و جزء شرع و دین پیغمبر اسلامه، در حدی که روایات دال بر این معصور است و معروف است و که صحابه نقل کرد. این عبارت ایشون چی بود؟ قضیه ایشون با استناد به این عبارات میگه خلافت ابوبکر چون از قریش بود درست بوده. خودش میگه چون عمر از قریش بود درست بوده، البته از قریش بودن ها، این که درسته. عثمان از قریش بود پس درست بوده. خب آدرسا دقت کردید، حالا بحث میرسه به علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب هم از قریش بود یا نه؟
قریش نظر بن کنانه بود، جد چندم پیغمبر بود. بنی عدی خاندان عمر، بنی تیم خاندان ابوبکر، بنی هاشم خاندان پیغمبر و علی علیهم السلام و خاندان بنی امیه، همه از قریش بودن قطعا. درست اینجا چون نظرش به خلفای ثلاثه است، میگه این که خلافت در قریش از دین پیغمبر اسلامه، جزء شریعت اوست و جزء مسلمات. بسیار خوب، حالا آدرس های بعد رو دقت کنید. در جلد دو صفحه 119، صفحه 100 همه از منهاج السنه، همه من منهاج السنه ابن تیمیه است، چاپ دو جلدی که چهار جلد در دو جلد سنگی قدیم، صفحه 194 صفحه 201 می نویسه فلا یکونو فی مجرد نسب فضیلتون، صرف اتصال به شاخه نسبی خاص فضیلتی نیست. خب اونجا میگه باید خلیفه اتصال شجره‌ای داشته باشه به نسب چی؟ قریش. اینجا میگه هیچ نقشی، هیچ فضیلتی نیست. حالا ببینید میگن چه کسی حافظه نداره، معمولا میگن دروغگو حافظه، دروغگو حافظه نداره. اون جاهایی که میگه جزء اساسی ترین بنای خلافت قریشی بودنه، اونجا نظرش برای خلفای ثلاثه است. میرسه به علی بن ابی طالب. اینجا ببینید دقیقا با قرآن ما میگیم شاخ به شاخ میزنه. در قرآن گفته ذل قربا، ذل قربا، قربا چه ماده ایه؟ بله، تقرب، نزدیکی، اونا که نزدیکه به شما. ای پیغمبر، شما خمس مال شما و ذل قربا، یا ذل قربا در قرآن حداقل سه بارش که ما یادمون هست ذل قربا به کی گفته میشه؟ نص صریح کتاب خودیشون این است که علی بن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسن مجتبی، حسین شهید علیهم السلام، اینا چیان؟ مصداق ذل قربا. درست شد. بیش از 90 مورد اهل سنت، این آمار الکی نیست، تکرار کنم، بیش از 90 مورد، معناش این نیست که فقط 100 مورد، ما میگیم کفی را میگیم، اهل سنت در منابعشون آوردن که پیغمبر فرموده انا و علی من شجره چی؟ واحده. این متن دعای ندبه هم که هست، که کتابای شیعه هم که زیاده. خب ببینید، شاخه یعنی شجره قریش، اون بالاها اول عمر جدا میشه، بعدن ابوبکر از شاخه چی؟ قریش جدا میشه، بعدن عثمان جدا میشه، بعد وقتی میرسه بنی عبدالمطلب دیگه یک شاخه است که یک طرفش ابو طالب، بارش علی بن ابی طالب، یک میوه ثمرش علی بن ابی طالب، یکی برادر کوچیکش عبدالله هست که میوه ثمرش پیغمبر گرامی اسلامه. درست شد؟ یعنی پسر عمو هست، پسر عمو. هیچ یکی از خلفای ثلاثه در شجره خلافت قریش به پیغمبر به اندازه علی بن ابی طالب نزدیک نیست. فرمود انا و علی من شجره واحده، و انا من علی و علی منی، که من اینها را جمع کردم. تکرار میکنم، اهل سنت خودشون بیش از 90 مورد نقل کردن. درست شد؟ پس هیچ شاخه از شاخه ها و شعب شجره قریش به اندازه علی به پیغمبر اسلام نزدیک نیست. حالا ابن تیمیه میرسه به ابوبکر عمر، میگه اینا خلیفن. چرا آقا؟ چرا چه کسی اینا خلیفه کرده؟ چون لنه هم من قریش. میرسه به علی ابن ابی طالب که از همه نزدیکه، قرشی تره به پیغمبر نزدیکه، میگه قرشی بودن تأثیری نداره. خب چطور شده اینو شما چه شکلی میخواهید به دنیا معرفی کنید؟ این چه منطقیه؟ من رسوندم مطلب رو. یعنی یه بوم و دو هوا، یک بام و دو هوا. ده مثال عربی، با او که تجر و با ای لا تجر. چگونه 8 نسل عمر از پیغمبر دور بوده، در جد 8 به یکدیگه میرسیدن، ابوبکر در جد 7، عثمان در جد 3،
به پیغمبر، به جد پیغمبر میره. البته خب حضرت علی فرموده که اینا لسقنا، یعنی نسلشون نسل خیلی مشروعی نیست، اینا به ما چسبیدن دیگه، نمیشه توضیح ها، پیوستن. خب یعنی لسق معنای دعیه. خب این در جمله حضرت امام حسین هم بوده خطاب به یزید یا نه؟ بله، ادعی ابن ادعی. خب دیگه، خب علنیه دیگه، درست شد. آقای ابن تیمیه این اقوام قرشی لسق رو وقتی که میخواد بگه خلیفن، میگه چون قرشیان شرط اساسی را دارن. به علی ابن ابی طالب که میرسه دوتا مطلب داره، میگه در اتصال نسب به قرش فضیلتی نیست، چون ناظر به حضرت علی بحث میکنه اونجا حواسش پرت میشه، میگن لیس نمیدونم فی نسب چی فضیله. وقتی هم که سریع صحبت میکنه میگه اصلا چون علی ابن ابی طالب به پیغمبر نزدیک بوده، از بیت واحد بوده، دیگر از علی خلیفه چی نمیشه. این عبارت همینه دیگه، لا تجتمع رسالت و الخلافت فی بیت واحد. خب اینجا شما بیشتر دقت کنید، اگر نقصی هست در بیان به ما کمک کنید. اهل بیت فرمودن دو تا تناقض رو حل کنید، قضیه حل ده. عمر گفته بود که، واقعا هم گفته بود، این الرجل چی لیهجر. خیلی فرض میکنیم عمر درست گفته، حسبونا چی کتاب الله. خب بعد از قرن اول قرن دوم شروع شد نوشتن اکتب حدیث رسول الله. خب حالا کدوم قبول کنیم؟ خیلی روشن، با عبارت دیگر عمر گفته نوشتن حدیث پیغمبر چیز باطلیه، کافیست یک کتاب آسمانی، همون قرآن کافیه. درست شد؟ درست. جناب عمر چرا؟ چون مخلوط میشه به آیه، احادیث به آیه مخلوط میشه، حیف میشه. خیلی خوب، چطور شده بعد از 90 سال، حدودا بعد از 90 سال آقایان آمدن گفتن که چی؟ اکتبو احادیث رسول الله. آمدن به فتوای جناب عمر بن عبدالعزیز روایت پیغمبر رو جمع کردن، خودشون شدن اهل چی؟ سنت. اهل بیت به ما گفتن ای طرفداران ما، برید از این آقایان بپرسید حسبنا کتاب الله، اگر درسته این سنت چیه جمع کردید؟ حسبنا کتاب الله دیگه، عمر حرفی زد درست، الی یوم القیامه با وجود قرآن حسبنا کتاب الله یا یکفینا کتاب الله. و اگر این غلط بوده پس سنت میخواهید، پس یک بار بگید عمر اشتباه کرده. یک بار یک نفر سنی بلند شه یا آقای وهاب بلند شه بگه یک بار عمر اشتباه کرده، به پیغمبر جسارت کرده گفته چی حسبنا کتاب الله، تا اتفاق افتاده اینا داشته باش. راجبه گالیله عذرخواهی کرده کلیسا. اینها چیزی است که دنیا وهابیت را محاکمه خواهد کرد. یک نفر پسر دختری بلند شبیه بابا ما وهابی هستیم. بله آخه عمر، جناب عمر، خودشون حضرت میگن، حضرت عمر به پیغمبر گفته که حرف نزن، تو هزیان داری میگی، کتاب خدا کافیه. پس این چیه شما میگید ما اهل سنتیم، این سنت چیه پس شما نقل میکنید؟ پس قال رسول الله، قال رسول الله چیه؟ اگر این قال رسول الله ها درسته پس عمر من غلط کرده، اگر اون درست بوده ما غلط کردیم. آیا اجازه میدنم چیزی؟ این یک. ببین حرف اهل بیت چیه، این یک. دو، آیا خود شجره پیغمبر شجره قرشی بوده یا نبوده؟ بله قطعا قرشی بوده. سوال این است که پیغمبر گرامی اسلام میگه که ما از بیش از 70 سند خودی اینها دارن، فرموده از آدم تا حالا هیچ پدری از پدران من، اجداد من، آباء من کافر نبودن. درست شد؟ مطلب رسید. حالا آقای ابن تیمیه و من تبعه بیش از 50-60 مطلب نقل کردن که جد پیغمبر، ببخشید پدر پیغمبر عبدالله مشرک بوده و زید ابن عمرو ابن نفیل پسر عموی عمر از سفره پیغمبر قبل از بعثت غذا نمیخورده چون خودش هم مشرک بوده. اینا کیان؟ این حرفا رو میذارن؟ اینا مسلمانن؟ اینه تفکر ابن تیمیه. اینه تفکر ابن تیمیه. ما اینو میگیم چگونه هست شما که بیش از 70 منبعتون
گفته پیغمبر گرامی اسلام کسی بوده، پسرعموی عمر در دین ابراهیم مؤمن بوده، قضا میخورده، تعارف کرده زید ابن عمرو ابن نوفل پسرعموی عمر تشریف بیارید نهار بخوریم، آبدو خیار بخوریم، گفته من قضا نمیخورم از سفره مشرک. اینا چرا نقل میکنید؟ چون به نفع عمره، میخواد بگه خاندان عمر در ارث دین ابراهیم جلوتر از چی بودن؟ پیغمبر اسلام. یک دائرة المعارف تدوین کردن وهابیون، به این تعبیر دقت کنید، برای اثبات شرک حضرت عبدالله. لم تنجس کل جاهلیت به انجازها ولم تلبس کل من مدلهمات چی؟ سیاب. اهل بیت میگه ما در آبا و اجدادمون هیچ کدوم کافر نبودن، همه مؤمن بودن. آمدن این حرف رو زدن اهل بیت، اونا آمدن گفتن که عبدالله مشرک بوده، برای حضرت آمنه سلام الله علیها هفت تا روایت در یک صفحه دارالمنصور آورده که ایشون چی بوده؟ مشرکه بوده. آمنه مشرکه بوده. برای اثبات کفر پدر حضرت ابو طالب میدونید 54 جلد کتاب نوشتن؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه این آقایان یک مجموعه این از انسانهای عقده‌ای که در دعای ندبه هم خیلی زیبا اهل بیت بیان فرمودن. چی؟ اینها عقده های یه جا من یادداشت کرده بودم که عقده های چی بودن؟ بله بدریتن، خیبریتن و چی؟ حلینی ها گفتن مصرتون علا مقته و مجتمعتون علا چی؟ اینا تصمیم گرفتن ذریه پیغمبر را نسلش بعد از پیغمبر قطع کنن. سر چی؟ حالا قطع نسل یه وقتی خودشون رو مثل امام حسین میکشن، دینشون رو شکلی کشن. اجازه بده برای اثبات کفر حضرت ابو طالب 54 جلد تا کنون آقایان کتاب نوشتن ثابت کنن حضرت ابو طالب علیه السلام که پناه پیغمبر اسلام بوده، یعنی زیر سایه خداوندی در پناه چی؟ ایشون بودن. خب کسی که هستیشو فدا کرده از پیغمبر دفاع کنه شده چی؟ مشرک. اینا کیا هستن؟ ما میگیم اینها سنت پیغمبر رو حفظ میکنن. عبارت بعدی رو دقت کنید، دنیا بداند این ابن تیمیه این جمله رو مینویسه، و کانت الشیعه یعنی اصحاب علی علیه السلام، اصحاب علی این عطف تفسیریه، یقدمون علیه به علی ابابک و عمر و انما کان النزاع فی تقدمه علی عثمان فقط. شیعیان علی ابن ابی طالب اتفاق دارن ابوبکر عمر از چی؟ علی ابن ابی طالب برترن، فقط اختلاف دارن آیا عثمان خوبه یا علی خوبه. حالا اینجا یک عبارتی داریم، یه ول مقصود ان کثیرا من اهل سنه یقدمون بخشید یقولون ان خلافت ابوبکر ثبتت بالنس، نص صریح. بله بله. حالا دنبالش هم عبارتی داره صفحه 139 جلد 1، بعد میگه و تحقیق ان النبی دل المسلمین علی استخلاف ابی بکر. خب این نص چرا ارائه نمیده؟ کجاست این؟ اگر هم نص وجود داره صحیفه برای چی؟ ما از وهابیت میخوایم اینا کجاست که پیغمبر کی گفته خلیفه من ابوبکر و مسلمین را کی گفته بیایید رأی بدید به ایشون، من ایشون تعیین کردم شما هم رأی بدید بیعت کنید؟ کجاست اینا؟ ابن تیمیه دروغ‌ها را از کجا میاره؟ این کذاب نیست؟ خب عبارت نگاه کنید، زهری که میدونید دیگه، زهری کسی است که همیشه نوکر خلفا بوده، مشهور شده به چی؟ مندیل العمرا، دستمال کاغذی حاکمان جائر و دربان هم دربان. درست. ایشون میگه و این نماکان از زهری، بله فالزهری اعلم به احادیث نبی من ابی جعفر محمد الباقر و چی و چی و چی، شروع میکنه اهل بیت را یکی پس از دیگری اثبات کنه. اینا هیچی از اهل بیت در مقایسه با زهری نداشتن. خب این آقا کی هست؟ آقایان وهابین دنبال این آقا برای چی افتادید؟ شما اهل بیت رو دوست دارید؟ خواهش میکنم، نمیخواد شما شیعه بشید، اقلا حضرت امام صادق امام باقر اهل بیت را به اندازه زهری بدانید تا بشوید یک سنی، یک سنی عادی.
ما از اهل سنت میخواهیم بدانن، بشناسن آقایان وهابیون ربطی به شما ندارن. اینها دشمنان علنی اهل بیتن، میگه صراحتن، میگه من نمیگم، میگه که اون چی که شما عبارت اگر فراموش نه، بله، میگه عمر ابن الخطاب اقل خطا من علی. خیلی خوب هی توضیح میده این عمر کان من اسد الناس رأیا، شروع میکنه بعد به صراحت اهل بیت رو یکی پس از دیگری میکوبه، میگه بابا شما برای خودتون راه باز کردید، بیاید کجا بیایم؟ یه طرف عمر، استدلال رو دقت کن، چرا بیام دنبال عمر؟ میگه پیغمبر فرموده در هر امتی محدث الملائکه بوده، ملائکه ها خبر می آوردن مثل حضرت مریم و قالت ملائکه یا مریم، امت من اگر همچنین آدمی داره همون عمره، هرچی بگه اون اسلامه. سوال، پس چرا میگفت لولا علی الله هلک عمر؟ چرا علامه امینی 100 فتوی ایشون آورده بر خلاف اسلام، همه عقب نشین، همه جا عقب نشین کرده؟ حضرت علی در نهج البلاغه چی میگه؟ در طبع خشنا، بله، فجعلها فی طبیعت خشنا، دنبالش یه عبارتی داره، میگه طبیعتی که خشم بود هی خطا میکرد، هی عذرخواهی میکرد. خب این کیه؟ خب این نهج البلاغه است، اینم بخونید دیگه. نتیجه آقای ابن تیمیه یک آدم عقده‌ای ضد اهل بیت بوده، بخش اعظم قلمش برای کوبیدن آل محمد بوده که در نص صریح قرآن اونها تطهیر شده بودند. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حضرت استاد اجازه بدید یه فاز جدیدی باز کنیم از ابن تیمیه. ابن تیمیه ارادتش و علاقش و اصرارش به این مطلب هست که ابوبکر و عمر خلیفه اول و دوم اینها در هر حال برترن، یعنی طرف مقابل هر چی میخواد بگه، هر استدلالی میخواد بیاره، هر گونه برهان ارائه بده، آیه بیاره، حدیث بیاره، هر کاری بکنه، ابن تیمیه مبناش همینه، میگه این از تو لا غیر. آیا در آثار ابن تیمیه هم این مطلب دیده شده که این همه فداکاری بکنه، این همه اصرار بکنه بر ضرورت خلافت ابوبکر و عمر یا نه؟ ما در لابلای رد پای موارد شاذ میگردم در اندیشه های ابن تیمیه. بله، ما رد پای یک نظریه رو هم در تورات هم در منابع اسلامی دیدیم که هم یهود مسلم میداند و هم مسلمین، که یک شاخ نسل از حضرت آدم، شیس، ادریس، نوح، ابراهیم و آل ابراهیم هستند، تا روز قیامت خلافت از طرف خدا حق اینهاست. این شجره رو به صورت غلط تورات آورده، به صورت هم غلط هم ناقص، که در یک جا 28 اگر اشتباه نکنم نفر را آورده، در یک جا 40 نفر، آقا این شجره طیبه خلافت امامت اینه، رسانده به حضرت عیسی تمام کرده، گفته اینه در انجیل. در انجیل، انجیل. بله. در روایات اسلامی با توجه به متن قرآن جزء اعتقادات اصلی شیعه است تا روز قیامت در کره زمین کسی از طرف خدا باید امامت کنه، در غیر این صورت مرگ و مثل مرگ دوران جاهلی است، ولو این که در کره زمین بنا به عللی بشر از بین بره، بمانه دو نفر، یکی باید امام باشه برای اتمام حجت. خاندان عمر این قضیه را میدانستند، آمدند نشستند در بیت خلیفه دوم، کتابی نوشتند، نمیدانم 10 صفحه بوده، 10,000 صفحه بوده، پیمان نامه ای فی الواقع. ایشون یعنی خاندان عمر اثبات خواستند بکنن اون شجره دوتا شده، دو شاخه شده، یکی شجره ابوبکر، یکی شجره عمر، که
چون برای همه مسلمین زمان پیغمبر قطعی شده بوده، خداوند در کره زمین بشر را بدون حجت رها نخواهد کرد، یقین پیدا کرده بودن، آمدن این عبارت من نقل بکنم، نوشتن که آن کس، البته این درسته ها، اینی که نوشتن درسته، برای اون که خاندان عمر نوشته، اون کسی که باید امام بشه و نسل او امام بشه، نسلن در نسل، اونها اعلم از همه بشرن. خب یکی یکی شروع کردن، ما میگیم خرد کنن، ریز کنن که اینها نیستن، رسیدن به علی بن ابی طالب، ببینیم اینه یا نه. چه نوشتن؟ نوشتن که و اما ابوبکر فلم یسأل علی قطعا شی، اصلا خود ابوبکر علی بن ابی طالب را مرجع نمیشه، هیچی از اون نپرسید. این عبارت ابن تیمیه است در جلد 3 صفحه 128. حال آنکه ما در تاریخ داریم حالا خوشبختانه آوردم که بیش از 20 و چند منبع اهل سنت گفته است علی ابن ابی طالب را ابوبکر اجازه نمیداد از مدینه بره بیرون، چون مشکل استفتا داشت. علی علیه السلام را در بغل خودش در طول حکومتش نگه داشت برای پاسخ به استفتاءات. منابعش آوردم همین جلسه. عبارت بعدی: ولم یکن ابوبکر و عمر ولا غیرهما من اکابر صحابه یخصان علی هم به سؤال. نه ابوبکر نه عمر، نه تنها ابوبکر و عمر، هیچ کس از علی بن ابی طالب اختصاصا چیزی نمیپرسید. صحابه بزرگ کسی نمیپرسید. علی بن ابی طالب رو مرجع نظر ابن تیمیه است. بله، اینم نظر ابن تیمیه جلد 3 صفحه 128 باز. فاما ابوبکر فما ينقل احمد انه استفاد من علی شيئا من العلم. در بحث احمد میگه که ایشون احمد ابن حنبل، حنبل علی ابن، بله، ابوبکر از علی چیزی یاد میگیره. خب ما آمدیم دنبال این حرف ابن تیمیه دارت المعارفی جمع کردیم از آدرس ها که ابوبکر عمر چه مقدار در گرفتاری ها فقط دست به دامن چی؟ علی ابن ابی طالب می شدن طبق نص خودشون. درست شد. حالا عبارت ابن تیمیه که قلمش اشتباه کرده، اعتراف کرده، نوشته که قال اون طرف و رأینا کتابا لرجل من ولد عمر. اینجا همون پیمان نامه است. بله، عمر ابن الخطاب یحتج فیه ان الخلافه لا تجوز الا فی ولد ابیبکر و عمر خاصه. جالبه. در جلد 1 صفحه 136. پشت پرده چی بوده؟ اینها آمدن دیدن در متن قرآن آل ابراهیم وارثه. اهل بیت هم فرمودن در کل جهان امکان نداره خدا بشر رو بی امام رها کنه. پیغمبرم فرموده بود قطعا اون امام از قریشه و از آل ابراهیمه. آمدن سوره قریش رو با آیه 53 سوره نساء و آیه 33 سوره مبارکه آل عمران، اینها رو قطار درست کردن. ببینید این آل عمر این کار رو میکنه. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. خیلی خوب. آخرش هم یک آیه بعد و ذریه بعضها من بس. پس یک ذریه متصل به هم هست از آدم تا روز قیامت، آل ابراهیم. خب وارد سوره نساء شدن آیه 54، اونجا میگه که وقد آتینا آل ابراهیم، اونم ملک عظیم الى یوم القیامه. این دو. از اون طرف هم لایلاف قریشین ما این کار را کردیم، یعنی زدیم و درب داغون کردیم اصحاب فیل رو. برای چی؟ برای اینکه قریش بتونن در امنیت این کار رو انجام بدن و بیت. پس قریش کسیست با بقیه فرق داره. پس آل ابراهیم متجلیس در قریش. اگر این چنین بشه سه تا شاخه هست فقط. البته این جمله درسته ها، اینکه برای اینکه آل عمر میگن این حرف درسته، از عثمان نمیشه ادامه پیدا کنه، چون یه لو رفته بود، اینا لسق بودن، دعی ابن چی؟ دعی بودن، نامشروع بوده نسلشون، از اینا نمیشه. خب از ابو سفیان نمیشه، از معاویه نمیشه، از یزید از این شاخه نمیشه. خب میماند بنی عدی، یعنی خاندان عمر، و بنی تیم خاندان ابوبکر و خاندان بنی هاشم.
دیدن سه تا بیشتر گزینه نداره. اینا آمدن تألیف کردن کتابی را ثابت کنن شاخه وارث ابراهیم آل ابوبکر است و عمر، هر دو را امضا کردن. چرا ابوبکر؟ بنی هاشم را هم خارج کردن، خارج کردن چون رسالت و خلافت جمع نمیشه. بله، گفتن که در بنی هاشم نیست. خب برای اثبات این 17 تا کار کردن، چند تاشو بگم جناب آقای خونی دارد. یک، تمام منقصت، تمام هر چیزی نقص، حالا تعبیر من شاید درست نبوده، نقصی بوده، اخلاق بدی بوده، حالا عدم نقش در تاریخ بوده، همه چیز یا شرک بوده نسبت دادن به خاندان پیغمبر اسلام. نمیدونم قبلا اشاره کردیم این که بله، حضرت آمنه سلام الله علیها مشرکه بوده، عبدالله پدر پیغمبر مشرک بوده، ابو طالب مشرکن در مشرک بوده، شروع کردن برای کوبیدن شاخه بنی هاشم. خب من چی؟ بنی عدی و بنی تیم که آقا ابوبکر و عمر هستند وارث این جریان. خب این کتاب که نوشته شد مطابق بوده با دو تا آیه دیگه آل ابراهیم بودن، درست؟ این کتاب دست آقای چیزم رسیده، یکی از دوستان آقای ابن تیمی هم رسیده. حالا ایشون در نوشتن قبول نکرده این چونین بشه، یعنی ابن تیمیه گفته من قبول ندارم که خلافت و امامت این حصار داشته باشه به ابوبکر و چی؟ عمر. قبول. آقا ابن تیمیه دست شما درد نکنه. خب استاد قبول نکرده به خاطر اینکه زمان گذشته، دیده که نشد. 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 میگه قبول. خیلی ممنون که قبول نکردی، عملاً معروف این چونین نشد. سوال، اون نسل صفوه اسمش اسرائیل میشه در عبری یا سریانی، فارسیش میشه مصطفی. سه تا ببینید، صفوت الله، آدم چی؟ صفوت الله. رفت باب افتعال چی شد؟ مصطفی، درسته؟ این مصطفی در سریانی یا عبری شد چی؟ اسرائیل. اینا همه درسته. حضرت یعقوب چی بود؟ همون مصطفی بود دیگه، اون زمان خودش پیغمبری بود و مصطفی بنده صالح خدا انتخاب شده. سوال این است که از ابن تیمیه میپرسیم، قرآن گفته این شاخه دارای حقوق اقتصادی ویژه است. اینا دقت کن جناب آقای خونی فرزاد، اسمش خمسه. پیغمبر فرمود من نمیگم. ببینید اگر کسی مصداق اینه، اونه، آل وارث اونه. یک، اطرت گفته بشه، سقل گفته بشه، تجربه بودید، خودش زل قربا بشه، بتونه جنوب به مسجد داخل بشه، در مسجد اگر جنوب بشه، جنوب بشه، هیچ بابی سد نشه برای او برای ورود به مسجد. هشت حکم داره. اگر چون این مصداقی پیدا کردید، او میتونه خمس بخوره. خب اهل بیت فرمودن اون شجره وارثه، فارسی میگن امروز چی؟ سید. بله سید. سید، سید به کی میگن؟ اون کسی که از نسل پیغمبر اسلام باشه. خب علی علیه السلام فرموده که اگر کسی اطرت باشه یا لنگه قرآن سقل باشه، درست، این خودشون هم به اینها بگن اهل بیت. بیت اینجا بنای مسجده نه خانواده، یعنی اهل مسجدی که میتونه جنوب بره مسجد. چون این شخص اگر پیدا شد و خانه او هم خانه وحی شد، فی بیوتن چی؟ اذن الله رجالون، آیه بعد لا تلهیهم تجارتون ولا بیمن ذکر الله، درست شد. فرمود اون خاندانی که شجره چی باشه؟ زیتونه باشه، لا شرقیه باشه، لا غربیه باشه، فی بیوتون اذن الله ان طرفا. اینها وارث چی هن؟ همون سهم خاص مالی. سهم خاص مالی هن. اگر سهم خاص مالی داشته باشن اوس، یعنی خمس، یعنی خمس. عایشه ام سلمه موضع نگرفت، عایشه موضع گرفت. پیغمبر فرمود شما اسره من هستید، خانواده من هستید، اما اهل بیت من نیستید. گفتن اهل بیت چیه؟ گفت اهل بیت یعنی اهل بیت الله الحرامی که وارث خلافت امامتن، زکات بر اونها حرامه، خودشون سقلن یا سقل هستن، اطرت هستن و میتونن مسجد در حالت جنوب برن، چون در مسجد حضرت علی به وجود آمده بود دیگه، متولد شده بود. اهل بیت فرمودن اگر کسی دارای این شرایط باشه میتونه چی؟ خمس بخوره. کجا؟ خمس آیه شریفه سوره انفال.
آقایان وهابیون به رهبری ابن تیمیه آمدن گفتن که اصلا الحمدلله رب العالمین جنگی نیست، غنیمتی هم نیست، آقا خمس چی جمع کنید؟ پیغمبر فرموده بود، خود بخاری 28 سند آورده، و فر رکاز چی؟ الخمس. رکاز غنیمته. آنچه که در زمین مدفونه بیاد بیرون چی داره؟ خمس داره. آمدن در آخر کتاب دیدم پیغمبر فرموده به شما خمس نمیرسه. ابن تیمیه اینجا بنبست واقع شده، آقا اگر خاندان ابوبکر عمر میتونن وارث خلافت امامت باشن، بایدم چی؟ خمس هم بتونن مصرف کنن. آمده اینجا مطلب رو رها کرده، ما میگیم فرار کرده. آقا شما میگفتید که الامامت فی قریش اگر در علی متجلیه، در ابوبکر عمر هم متجلیه. بسم الله، ابوبکر میتونه خمس بخوره؟ ابوبکر میتونه، عمر میتونه خمس بخوره؟ این است که آقای ابن تیمیه گفته درست نیست، ابوبکر عمر نمیتونه وارث ابدی باشه، پس چه کسی میتونه؟ رسیده به خمس، مسئله رو رها کرده. ما میگیم آقایان وهابیون بالاخره این تکلیف خمس رو روشن کنید، این 28 موردی که بخاری در صحیح خودش آورده، پیغمبر فرموده در هر رکازی خمس هست، غنیمت جنگی که نیست، این رکاز که خمس رو به کی بدیم؟ خمس مالکیه. در حالی که این خمس در شاخه بنی اسرائیل به اون صورت وجود نداشت، حضرت یوسف علیه السلام برای خودش و حاکمان یک خمسی قرار داده بود که اینا میگن سهم امامت، سهم خلافت و سهم نسب. نمیدونم مطلب راست دارم یا نه. لذا ابن تیمیه به خاطر اختصاص خمس به اهل بیت، اگرچه آمده گفته خمس فقط در غنام جنگیه، درست؟ اما آمده مطلب رها کرده، ما یقین آقا نمیگیریم. بالاخره خمس رکاز رو بیچه بدیم، در رکاز و فر رکاز ال خمس. این بوده که آقا ابن تیمیه آمده وقتی به اهل بیت رسیده، دیده حقانیت اهل بیت متبلور میشه، قلم را گذاشته روی کاغذ، هنوز منتظر آقایان وهابیون به ما جواب بگن. الان خمس رو بیچه بدیم؟ عمر که نمیتونه، اول که نمیتونه، شما را رفت کردید دیگه، قضیه رو حل کردید، به ما بگید بسم الله الرحمن الرحیم شما حاکم جهان اسلام شدید و فرکاز الخمس ده ها دفینه پیدا شد، رکاز پیدا شد، خمس خواهد تقسیم کرد، بی کی خواهد بدید؟ غنیمت جنگی هم که نیست. این است که آقای ابن تیمیه در مسئله خمس تنها جایی است که ایشون عملا فرار کرده، به مسئله جواب نگفته است، یعنی یه جور اغفال کردن خواننده. بله، که در حقیقت یک نفر وهابی از خودش بگه آقا من دفینه پیدا کردم، مثلا چی میگن جثه فرعون رو پیدا کردم، گفتن 2 میلیارد دلار ارزش داره، درست؟ خمسش رو میخوایم بدیم، چی بدیم؟ شما که میگید به ابوبکر نمیتونید بدید قطعا، به عمر هم که نمیتونید بدید قطعا، به چی میتونید بدید؟ اهل بیت هم گفته است بابا ولی زل قربا، اهل بیت آمده گفته اصلا آل محمد وارث خلافت دارای سهم خاصی اقتصادی هستن، اینو میخواد چیکار کنید؟ ابن تیمیه دروغ گفته، دنیا هم شاهد بشه، ایشون میگه این اصحاب صحیح کل بخاری لم یرو من احد من قدماء شیعه مع ان هؤلاء من خيار الشیعه و اما و انما یروون من اهل البيت کل حسن و الحسین و محمد بن حنفیه. میگه اصحاب صحیح یعنی صاحبان صحیح بخاری و مسلم، اینها از شیعه روایت نقل نمی کنن، حتی قدمای شیعه که خیلی آدمای چی خوبم بودن، ولی از اهل بیت نقل می کنن، مانند حسن، مانند حسین. خب موچی نقایانو بگیرید، بعد بگیرید که علا لعنت الله به کی؟ و القوم الظالمین و علال کاذبین. خب روایتی که سه آقای بخاری از امام حسین نقل کرده بفرمایید کجاست؟ دروغگو کجاست؟ یک روایت راجع به تاریخ یه جمله از امام حسین داره. آقا این آقای صحیح مسلم بیارید اینجا. آقای ابن تیمیه کذاب کجا شما از اهل بیت روایت نقل کردید؟ مگر ما ثابت نکردیم اون روز کمتر از 2% از اهل بیت روایت نقل کردید؟ اونم برای چی؟ آبروتون نره، لونر قضیه. کجاست؟ این شما فرمود یه مطلب جدید از ابن تیمیه. ابن تیمیه میگه صحیح بخاری، صحیح مسلم از شیعه ها چون اعتبار ندارن روایت نقل نمیکنه، از اهل بیت نقل میکنه. بفرما آلا حسینتون رو بیارید.
یه چیزی به شما بگم، 460 چند هزار، 408 هزار این آقایان روایت جعلی داشتن. من آمارش دقیقا از علامه امینی گرفتیم، یه روزی در یکی از برنامه خوندم. سوال این است، یکی از این آقایان که این روایت رو جمع کرده خودش 100 هزار روایت جعلی جمع کرده بود، در کدوم کتابتون رد کردید؟ اگر عمری باشه من 700 نفر را لیست میکنم، اگر مردم خسته نشه یه وقتی 700 نفر رو، 700 نفر طبق اعتراف خود علمای اهل سنت کذابون جعالون لیس بشی، آدمایی نیستن که بدارن، درست؟ آقایان از اینا 408 هزار روایت نقل کردن از امام حسین یک روایت، اون هم مربوط به تفسیر در یه جا، مسلم راجع به نمیدونم چی مول، نه راجع به تاریخ، مسلم راجع به تفسیر. کجا شما از امام حسین نقل کردید؟ چون امام حسین شما نقل نمی کنید. من بگم از چه کسی نقل کردید؟ نوشتید اما عمر ابن سعد قاتل امام حسین هو ثقت من الثقات، برای ملک ری خاندان پیغمبر را نابود کرد، شما از اون روایت عقص کردید. یک آقایی که در طول تاریخ صفتش این بوده که در هر روزی بایستی در دو وقت یا پنج وقت نماز به علی بن ابی طالب 70 تا لعن بفرسته، از این نقل میکنید نه از امام حسین. شما دارید میگید که صحاح از حسین نقل میکنه، شما کجا، امام حسین کجا، شما کجا، امام حسن کجا، شما کجا، دیگران کجا، از اهل بیت. اینم مطلب آخر شما دیگه، مرسی که کافیه. متشکر از لطفتون و محبتتون. اگر اجازه بفرمایید همینجا نقطه پایان رو بگذاریم بر برنامه. عزیزان بیننده‌ام از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کرده اید. ذکر شریف صلوات انشاءالله همیشه بر زبان شما باشه که بسیار پر ارج و پر ثواب هست. همچنین هدیه میکنیم به نیابت از حضرت فاطمه معصومه دختر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، پاداش و ثواب این برنامه رو به روح مطهر حضرت نفیسه خاتون نوه امام حسن مجتبی. منتظر دیدگاه ها و نظرهای شما هستیم. خدا نگهدار.